وقتی به ما میگن سیستم عصبی چیه، از چی تشکیل شده، هممون اینجوریم که خب سیستم عصبی، مغز و نخاع. منتها همیشه در هر شرایطی این حرف درست نیست. ما یک شبکه عصبی دولایه داریم از روده تا مری. باورتون نمیشه که این شبکه چیزی حدود 100 میلیون عصب داره. این عصب میدونید یعنی چی؟ یعنی ما داریم از غذامون نسبت به چیزی که میخوریم، به شرایطی که میخوریم، رژیم غذایی داریم و کیفیت غذایی که داره روی سلول‌های عصبی ما، اخلاقمون، رفتارمون و ویژگی‌های رفتاری و اخلاقی و ذاتیمون اثر میذاره. این میدونید یعنی چی؟ یعنی این که مردم خاورمیانه احتمالاً به همین دلیل یه خورده اعصابشون خردتره، به خاطر رژیم غذایی. یا مردم مثلا اروپا شمالی، سیبری و اینا کمتر جنگ میکنن به خاطر مدل غذا خوردنشون. این نظریه سال 2017 ثابت شده و من تو این ویدیو میخوام در موردش صحبت کنم. سلام، من جواد آزادی هم، این یکی از ویدیوهای پادکست ایکسون. اگر ما رو تو یوتیوب میبینید حتما ما رو سابسکرایب کنید، اگر ما رو تو اینستا میبینید حتما ما رو لایک کنید، فالو داشته باشید و اگه توی فید پادکست میشنوین ما رو حتما ما رو سابسکرایب داشته باشین و این ویدیو رو، این پادکست رو، این اپیزود رو برای چند نفر بفرستید. تا همین اواخر فکر به این میشد که سیستم عصبی ما صرفاً از طریق هورمون‌ها با سیستم گوارشیمون در ارتباطه. سیستم گوارشی یه سری هورمون ترشح میکنه، میاد میره اثر میذاره روی سیستم عصبی، یا از اون طرف سیستم عصبی فیدبک میده از طریق هورمون و وارد میشه روی مثلا روده یا معده ما و اونجوری اثر میذاره. منتها اثری که الان ثابت شده خیلی خیلی جدیتر و مستقیمتر و مهمتره. چجوری؟ اینجوری که قدرت درون ریز ما یه اتصالاتی بین سیناپس‌هایی که اطراف روده دارن و از این طریق یه ارتباط عصبی با سیستم نخاعی یا سیستم مغزی ما دارن و این اتفاق خیلی عجیبه دیگه. یعنی ما میتونیم پالس بفرستیم، پالس بگیریم، اثر بذاریم روی غذایی که میخوریم و سیستم بلعش و سیستم جذبش و همه اینا خیلی چیزها رو تحت تاثیر قرار میده. این هم از طریق جوجه ها کش شد. ببینید، ایده ای که در مورد جوجه ها وجود داره و خیلی دغدغه است تو دنیا و چالش و مهمه اینه که چجوری جوجه تو کوتاه ترین زمان، جوجه مرغ تو کوتاه ترین زمان برسه به بلوغ، یعنی مدت زمان کمتری تو مرغداری باشه ولی بیشترین پتانسیل رشدشو کرده باشه. این مهمه دیگه، چون بر مورد مرغداری داره مواد مصرف میشه، غذا، برق، گرمایش، مقدار کودی که تولید میشه، مقدار آبی که باید مصرف شه و و و. ایده یک دانشجو دکترا این بوده که بیاد بشینه به کار فکر کنه که چی جوری چی کار کنه که این جوجه ها بیشترین رشد رو داشته باشن. ایده هم بر این شده که اینا بیان بر اثر تزریق توی اون مایه آمنیوتیکی که توی زمان جنینی جوجه تو شناوره، بیان جوجه رو تغذیه کنن. یعنی اینجوری جوجه زمانی که توی تخم هستش تغذیه میشه و از این طریق میتونه کم کم رشدش رو ادامه بده توی همون زمانه جنینی و وقتی به دنیا میاد دیگه یه درصد رشدشو انجام داده. اینا این کارو کردن، یه حالت کنترل داشتن، یه حالتی که جوجه ها رو غذا داشته بودن دیده بودن و دیدن که جوجه هایی که غذا بهشون دادیم وقتی به دنیا میان خیلی خیلی فرق میکنن با حالت عادی. تو حالت عادی جوجه گیجه، اول میفته، باید نگاه کنه، سرش گیج میره تا پیدا کنه غذا چیه، دونه کجاست، غذا رو بخوره، جذب بشه، حالا بیاد بزرگ بشه، یه چند روز زیاد و مهمی از دست میده. ولی وقتی جوجه تو زمان جنینی تغذیه میشد، جوجه که از تخم میومد بیرون سری دور و برش رو نگاه میکرد، حتی شروع میکرد به نوک زدن به این ور اون ور و سرحال بود، سرحالتر بود، شادانتر بود، خیلی سر کیف و یه رشد قابل توجهی کرده بود. این یعنی این زمانی که تغذیه شده در دوران جنینی علاوه بر اینکه رشد جسمی کرده، رو ذهنشم، رو تکامل ذهنشم، رو رشد نمو و ذهنش اثر گذاشته این قضیه
و این قضیه خیلی قضیه مهمی میتونه باشه دیگه، یعنی ما هم احتمالاً بتونیم روی انسان و جونورای دیگه و اینها استفاده کنیم. تحقیقات دیگه ای که انجام شده بود روی عمل بایپس معده بود. عمل بایپس معده اینه که خب بالاخره یه بخشی از معده رو از کنترل خارج میکنن که نتونه جذب کنه، برای مواردی که خیلی خیلی چاقی هست و غیر قابل کنترل هست و آخرین سنگر مبارزه با چاقی یه همچین چیزیه، یه عملی میبرن یه قسمتی از معده رو از کاربرد خارج میکنن، حالا یا اینکه مثلا جراحی میکنن یا اینکه مثلا اونو میدوزن که استفاده نشه و فلان و اینها. بعد دیدن که یه نه بابایی بوده این عمل انجام داده و مثلا قبل از این عمل اصلا تخم مرغ دوست نداشته، اصلا ماهی دوست نداشته، بعد از اینکه این عمل انجام داده با وجود اینکه وزن زیادی از دست داده تمایل پیدا کرده به تخم مرغ، میره صبونه بخوره، عاشق تخم مرغ آب پزه، ماهی هم دوست داره. میبینید یعنی چی؟ یعنی قدرت درون ریزی که به مغز این دستور میداده که آقا جان تو از تخم مرغ بدت میاد، بابا جان تخم مرغ برا تو خوب نیست، عزیز جان ماهی چیه حالم به هم خورد، این کلکش کنده شده، این از دست رفته، این از بین رفته و حالا که وجود نداره ما میتونیم بفهمیم که اون پیام هم نمیاد و وقتی پیام نیاد این دوست داره اصلا تخم مرغ، میره میخوره و خیلی خوشحال و خندان آب پزش هم میکنه، میگه برام عسلی کنید. یعنی این قضیه چقدر مهم و اثرگذار و جالب و باحاله. بعد اومدن یه آزمایش دیگه کردن. آزمایش اینجوری بود که بفهمن چی جوری حالا این قدرت درون ریز به سیستم عصبی وصله. این خیلی جالب آزمایشش، دقت کنین. هاری یک ویروسه که سیستم عصبی رو درگیر میکنه. سیستم عصبی رو درگیر میکنه و اینجوریه که از یک عصب میپره به عصب بعدی، میپره به عصب بعدی، میپره به عصب بعدی. اینا اومدن هاری رو کنترل کردن. اینجوری که فقط از یک عصب بره به یک عصب بعدی. بره به یک عصب، به همه عصب ها نره. خب بعد اومدن این ویروس هاریو با یه رنگ فلورسنتی، با یه رنگ ترکیب کردن، متصل کردن، یعنی این ویروس داخل سلول هر جایی که میره رنگیه اونجا. بعد اومدن وارد سیستم عصبیش کردن، دیدن که این ویروس وارد سیستم نخاعی شده و وارد قدرت درون ریز شده، یعنی استاد وصل همه چیز به هم، قدرت درون ریزی معده و روده ما به سیستم عصبیمون وصله. چی از این باحالتر، چی از این عجیبتر، چی از این جالبتر و حیرت انگیزتر؟ یعنی اگر ما یه غذایی خوشمون نمیاد احتمال داره اینو توی شرایط استرسایی خورده باشیم، یا اگر شرایطمون خوب نیست، شرایط استرسایی داریم، ممکنه رو سیستم گوارشی ما، رو سیستم بلعی ما، رو سیستم هضمی ما مشکل بذاره. اینجوریه که میگم بعضی ها تو شرایط استرسی معده‌شون به هم میریزه، رودشون به هم میریزه. از این طرف این یه قضیه جالبه. قضیه جالب اینه که رو قدرت درون ریز دیگه هم ما میتونیم فکر کنیم دیگه. قدرت چشایی، قده هایی که اطراف اندام های جنسی ما هست، حسای لامسه، سیستم لنفاوی، یعنی این که قضیه هی داره جالب و جالبتر میشه. و اگه ما یک مریضی های کوچیکی داریم، حتی مریضی های بزرگی داریم، این صرفاً اگر یک سوال پیچیده و خیلی سخت و عجیب و غریبه، جواب های ساده‌ای براش وجود نداره، چون ما داریم در مورد یک شبکه عصبی پیچیده و عجیب و غریب صحبت میکنیم که یک رفتاری رو از انسان نشون میده. ما داریم در مورد آدمی صحبت میکنیم که الان داره تو خاورمیانه زندگی میکنه و این ویژگی هاشه و این رفتار و اخلاقشه و حالا یه مدل غذا میخوره، آفتاب یک تایمی از روز بهش میخوره، صبح یه زمانی پا میشه، یه سری اخبار رو دریافت میکنه، همه و همه اینها در نتیجه میتونه اثر بذاره و این آدمه رو به جای برسونه که بیاد بمب خودش ببنده و خودش رو منفجر کنه. و اینا خیلی خیلی جالب و عجیبه. چیزی که جالبه اینه که ما داریم پیش میریم، اگه بذارن ما داریم پیش میریم و هی داریم بیشتر میفهمیم، بیشتر کشف میکنیم و بیشتر به جایی میرسیم که بتونیم از این ویژگی های عجیب و غریب پیچیده انسان به نفع خودمون استفاده کنیم. من جواد آزادی هم، یکی از ویدیوهای اکسون
ما دوست داریم در مورد این کنجکاوی های ذهنیمون صحبت کنیم. من سعی کردم ویدئوی درست و متقن و صحیحی باشه، سوتی ندم، اشتباهی ندم، نمیدونم درست کلمات رو ادا کنم که این باز یه خورده مسئله است، ولی این صرفاً یه کنجکاوی ذهنیه. ما دانش تخصصی در همه زمینه ها نداریم. ممنون که نگاه کردید.